علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب، از لندن همراه ما هستند. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. احمدی نژاد با اینکه میدونه احتمال رد صلاحیتش با توجه به رویکرد دوره پیش و در واقع نشانه هایی که این دوره هم ما دیدیم احتمال رد صلاحیتش خیلی بالاست، به دنبال چیه؟ آیا فقط میخواد حیات سیاسی خودش رو حفظ بکنه یا میخواد پیام دیگه ای هم داده باشه؟ با درود به شما، به بینندگان عزیز، آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که این رژیم رفتنی است. به اعتقاد من نمایش امروزش کاملا آگاه، یعنی با هوشیاری بود، با برنامه ریزی بود. او دریافت که این رژیم رفتنی است، بنابراین داره برای خودش آینده میخره، داره برای خودش گوین که به نظر من خیلی دیره. آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 88 اون زمانی بود که باید جلوی تقلب رو میگیره و واقعا میرفت کنار که آقای موسوی برنده شده. بنابراین میخوام بگم اینجا یه بازی کرد، بازم نمایش بدی هم نبود. تربت یک شهید آبان ماه رو جانشین تربت حسین کردن خیلی کار به نظر من مهمی بود، و در این حال نمایشش یه نمایش هوچیگری بود، ولی در این حال برای خیلی از مردم جذابیت داشت. اما به اعتقاد من چند تا نکته مهم اتفاق افتاد. آقای قدیانی اگه انتخابات رو صراحتاً میاد تحریم میکنه، قدیانی یکی از عناصر مؤثر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده که بعد پشتش رو کرد به رفقاش، یعنی همونطور که آقای دکتر توفیقی اومد بیرون به اونا پشت کرد، قدیانی هم همینطور. در این حال خانم سپهری نمادی از یک زن متدین که انتخابات رو تحریم میکنه با قاطعیت، و همینطور باید با آقای حمید آصفی از روزنامه‌نگاران اشاره کرد که اونم صراحتا انتخاباتو تحریم میکنه. غیر از اینا زمزمه است، یا به قول همون شخصی که با شما صحبت میکرد زیر لبیه و جلوی دوربین و اینا هم صحبت نمیکنه. ولی به نظر من امروز روز جالبی بود. امروز این که آقای ظریف اعلام کرد که به مصلحت خودش و کشور اینه که اون نیاد، این نشان دهنده اینه در آخرین لحظه آقای خامنه‌ای و آقای مجتبی که کارگردان این بازی هست تصمیم گرفتن ظریف نیاد. خب و این وقت آقای جان نوری‌زاده، اتفاقا الان دقیقا بحث بر سر همینه. شما به علی خامنه‌ای اشاره میکنی، دیروز گفتش که من دوره‌های قبل میگفتم که به صلاح هست یا نیست، این دوره حتی اون رو هم نمیگم، در صورتی که در مورد محمود احمدی نژاد حتی دوره پیش پشت بلنگو به قول خودشون گفتن، اینم پشت بلنگو گفتیم. در مورد حسن خمینی این دوره صراحتا خانوادگی خمینی گفتن که به او گفته شده که نیاید. چرا خامنه‌ای دوست داره این سیگنال رو در واقع به جامعه بده که این دوره براش متفاوته؟ به خاطر اینکه خامنه‌ای خودش میدونه این احتمالاً آخرین دوره ایه که او در رأس قدرت قرار داره. این براش یه مسئله مهمه. آنچه آقای خامنه‌ای رو خیلی دل مشغول کرده آینده مجتبی است. او نمیخواد یه سرنوشتی مثل احمد خمینی که خودشون مقرر کردن برای او هم مقرر بشه، یا سرنوشت فرزندان صدام یا قذافی. خامنه‌ای خیلی نگران اینه که میخواد یک شخص کاملا مطمئن در ریاست جمهوری باشه. اشکالی هم نمیده که این شخص رئیسی باشه که بعد از غیبت او در واقع لله پسرش بشه، در واقع بمونه چند سال تا پسرش آماده رهبر شدن باشه. اینه که آقای خامنه‌ای خطاهای بزرگ زندگی سیاسیش هم اینجا داره مرتکب میشه. او اگر ظریف رو به میدان آورده بود، یه مقدار این بخت رو داشت که تعدادی از مردم شرکت کنن، و در این حال در نگاه خارجی ها ظریف پذیرفتنی تر و مقبول تره از رئیسی که یک کارنامه با 5-6 هزار اعدامی داره و در دورانی هم که در خراسان تولیت بوده فساد گسترده‌ای داشته. اینا برای آقای خامنه‌ای کردیت نمیشه. خیلی اشتباه کرد آقای خامنه‌ای. خیلی دکتر علیرضا نوری‌زاده، این بحث ادامه داره. حالا تا روز انتخابات حتما باز فرصت میشه به شما برمیگردیم. علیرضا نوری‌زاده ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. سپاسگزارم.